امروز بحث ما مرتبط با سالروز انقلاب بزرگوار به مناسبت این انقلاب بحث بنوشت و انشاءالله خواندید لالا مختصرا بازگو میکنم به مناسبت بحث از روشها و موقعیت امروز کشور. یک نوبت به مناسبت همین درس بعضی خواسته های توتالیتاریسم رو در جامعه مسیحی قرون وسطی شرح کردیم، اما هر توتالیتاریسمی علاوه بر خواستههایی که داره صفات عمومی و اصطلاحی که داره بر یک شالوده های هم استواره. این شالوده ها بنابر تحقیق دیگران چون که خود من تحقیق کردم مجموعا شش شالوده است، شش ساخت پایه است. یکی از اونها حزب واحده، انحصار فعالیت سیاسی به یک حزب. اگر در یک جامعه فعالیت سیاسی به یک حزب منحصر نشود، در اون جامعه استبداد توتالیتر، استبدادی که همه زندگی آدمیان رو در ضروریه به وجود نمیاد. یکی دیگه از شالوده ها انحصار وسایل تبلیغات و به سخن دیگر استقرار نظام سانسور کامله، بتوانه کاری بکنه که هیچ اطلاعی نتوانه درز بکنه مگر اون اطلاعاتی که خود او انتشارشون رو کرده بکنه. البته نظر و وسائل سرکوب و تراب این دوتا. شالوده سوم انحصار فعالیت اقتصادی در دست قدرت حاکم که دیگه زندگی مردم کلن مستقی داشته باشه به فعالیت اقتصادی حکومت، طوری که هیچ کار دیگه لازم نداشته باشه. لحظه دیگه شما مخالفی بگی نمیتونی کرد، دیگه هیچ کار نمیده. نتیجه بین مرگ از گرسنگی و تسلیم مجبور بشه انسان انتخاب کنه. این ستا. یکی دیگر از شالوده ها ایدئولوژیست یا اون باور عقیدتی است که این رو حقیقت مطلق اعلام میکنه و خود رو مجری اون ایده مثل نظیر که اساس کار هیتلر بود و مارکسیست که اساس کار استالین بود و استالین که فعلا اساس کار خمینی است. این که حقیقت مطلقه، البته برداشتی که خود رو میکنه از این حقیقت مطلق، او حقیقت مطلق. نتیجتا شالوده بعدی از این میاد، هر خطای خود به خود یک خطای ایدئولوژیکه، هر اشتباهی یک اشتباه ایدئولوژیکه. بنابراین اگر یک کارمندی یا یک شخصی یک اشتباهی در جای از نقاط کشور بکنه، این گناه کرده و هر مخالفتی طبیعتا انسان رو باقی باقی میکنه. این شد پنجتا. و شالوده ششم فرهنگ انحصار مبادلات فرهنگی در دست حکومت. این پرده آهانی نشنیدی، هر فعالیت هنری، هر فعالیت علمی، این باید از مجای حکومت انجام بگیرد. هر گونه مبادله فرهنگی با بیرون جامعه نیست، باید از طریق حکومت انجام بگیرد. به این ترتیب عناصر فرهنگی که سازگار نیست با طبیعتش، مثلا آزادی به عنصر مهم فرهنگ جامعه های مثلا پیشرفته انرژی، این به رو را نمیده چون با طبیعتش ناسازگاره، یا اون بخش از اطلاعات که این مانع استبداد حکومته، اینا را نمیده داخل. این ششتا شالوده به اصطلاح شالوده هایی هستن، اساس ها و پایه هایی هستن که هر رژیم توتالیتری بر اونها استوار. اما چرا این شالوده ها را احتیاج داره؟ حق شما سوال کنید کنید برای چی مرمو خط کنید دیوانه؟ جواب ساده این است که این هر قدرتی برای ادامه حیات خود محتاج یک شالوده هایی، قدرت توتالیتر محتاج این شالوده هایی. اما این باز این سوال پیش میاره که خود این شالوده ها در چی متکی هستن؟ زمین رو میکنن جایی میرسه به سفته، از اونجا پیرن زمین بالا. این زمین سفتی که این شالوده ها برای استواره کدام؟ چرا از علال اصل رژیمی احتیاج داره به این شالوده؟ احتیاج اساسیش به اون زمین سفتی که این شالوده ها برای استوار میشود، مسئله مشروعیت و باور مردم به یک رژیم، این سببه.
چون اگر این چنین باوری نباشه هیچ کدوم از این شهودها قابل توجیه نیست برای جامعه. یک ثانی در پس که بخواد اینا رو مستقر کنی باید دائم و هر روز نور به کار ببره و در تمام زندگی مردم به این مسابقه ایست که نکن میشید است به طبعها هرگز هیچ توتالیتاریسمی به چنین کاری محتق نشده و امکان هم نداره که محتق بشه. در اینکه اونایی که زور رو به کار میبرن واقعا باید معتقد باشن، یه دستشون اقلا باید باور داشته باشن که این کار رو درست دارن انجام میدن. واقعا دشمنان طبقاتی رو مثلا دارن از بین میبرن، دشمنان نژادی رو از بین دارن میبرن یا دشمنان دین رو دارن از بین میبرن. توتالیتاریسم به این معنی که کسی به او باور نداشته باشه تعقل نداره. نه چنین است که اساس توتالیتاریسم بر این فکره که یک توتالیته، یک کلیتی یا وجود باره باید داره ازش دفاع میکنه یا باید به وجود بیاره در آینده. مثلا هیتلر یک توتالیته میخواست، یک کلیتی از نژادهای برتر میخواست به وجود بیاره در جهان، یا استالینیسم مدعی بود که جامعه بی طبقه کمونیستی که در اون انسان میشه عمر توتال انسان جامعه تحقق پیدا میکنه به وجود خواهد آورد. بنا یا مسیحیت به نام اون جامعه جهانی مسیحی توجه میگرد انگیزشین بود. اگر اون فرض توتالیته، اون کلیت قابل دفاع پذیرفته نباشه برای جامعه، این توتالیتاری از اساس برای وجود نداره. پس سانسور رو، انحصار وسائل تبلیغاتی رو، انحصار مجاری فرهنگی رو، انحصار حزب رو و هر انحصار دیگری رو برای این میخواد که رقیب پیدا نکنه در اون باور. یک، دو، این رقبا مردم رو متوجه نکنن که این تبلیغاتش دروغه، نتیجه ایمان عمومی سست بشه و این قضیه از اساس فرو بریزه. نیازش از این باست شمچن مطلب؟ حالا که مطلب معلوم شد که شالودش چیست و این بر چه نیازی استوار است و نیاز هر رژیم خصوصا توتالیتر نیاز اساسیش به تحسین مشروعیت و تکیه به باور مردم است. اگر این مطلب برای شما روشن شد همین راحت میتوانید بفهمید چرا رژیم خمینی اصرار بر سانسور داره، چرا اصرار داره که احزاب دیگه ای فعالیت نکنه، چرا اصرار داره که دانشگاه ها ببنده، در با فرهنگ غربی یک مخالفت کلی میکنه، چنان که پنداری فن و دانش هم جز رشته ها و پدیده ها هستن، و چرا اصرار دارد که سیاست اقتصادی رژیم شاه رو اعلام نه همه در شما روشن شده. و از اینجا من بخواد ببینید که روش علمی مبارزه کدامه. طبیعی است که وقتی شما شالوده ها رو شناختید، فهمیدید که شالوده ها کجاست، اون روش علمی است که ضربه به این شالوده ها وارد کنید، پایه ها رو خب بزنه دیگه. شما اگه بخواهید بنایی رو خراب بکنید بهترین روش این است که رو پایهش رو خراب بکنید، ساختمان فرو میریزه. ولی اگر این کار رو نکنید باید بریم و از اون بالا یکی یکی شروع کنید آجرا رو برداشتن و به خاک کردن دنیا رو خبر کردن و معلوم هم نیست که بقیر محفظ بشید یا ناشید باید چه قیمت بشید. پس اگر مبارزه با سانسور بشه بعد از راه نشر اخبار به جوری که این سانسور بشکنیم و مردم از همه چی مطلع بشنن، رژیم در یکی از سالوده ها شکسته و الان که ما در اینجا نشستیم باید با سرفرازی بگوییم که مردم ایران موفق شدن که رژیم رو از یکی از اساسی ترین شالوده هاش محروم کنن. مطلبی که تو ایران انجام بشود به کلی سری بماند نیست و کمی تأخیر بی وجود همه از آن آگاه میشوند و این نتیجه پیششی که مبارزان ایرانی در خارج کشور انجام میدن و اونایی که در داخل کشور این کار رو میکنن. بنابراین اینجور نیست که نشر خبر هیچ اهمیت ندارد، بزرگترین اهمیت ها رو دارد. حتی اگر شما دقت کنید میبینید اینقدر که رژیم حاکم تلاش داره که اخبار دهز رو نکنند و نشر نیابند فضیه که این رو راجع به نظرها و کتب و عقاید حتی زده بینید نداره. چرا؟ درش واضحه، برای اینکه این به معنی که سانسور از رفت و اطلاعات منتشر شد دیگه اون باید یک به یک کارهای خودش توجیه کنه و
دیگه نمیتونه به یک باور کور متکی باشه. پس صدمه‌ای که میبینه از نشر اطلاعات صحیح یک صدمه و ضربه ایست اساسی. این است که این جون رژیم ها اونقدر که از اطلاع یک خبر صحیح به ناراحت میشوند، از یک کار دیگه ناراحت نمیشوند. البته به همون اندازم از یک خبر دروغ لذت میبرند، بگر این که اون امکان میده که اونا خودشون رو توجیه کنند در دنیا که مخالفین بیا یک مست رو بزنند. همینطور مسئله حزب واحد، هر گونه اجتماعی در بیرون این حزب به هر فعالیتی خارج از این حزب، چه در داخل چه در خارج کشور، طبیعتاً این اون رژیم رو از ابزار اصلی کار محروم میکنه. به وقتی رسید به جایی که حزب دیگه از نظر جامعه صاحب رسالت نبود. این توجه بکنید که در جامعه های کمونیستی هنوز حزب رو صاحب رسالت میدونن، ولی باش موافق نباشد. میگن این کارهای مهمی که بارد باشه از رشد سریع کمی خواهد کرد، این رسالت خب حالا زورم میگه و دکتاتوری هم برقرار میکنه، ولی جامعه رو به سرعت درشت میرسونه. حزب این آقای جمهوری از ابتدا نتوانست به عنوان یک حزب واحد صاحب رسالت جا بیفته، به دلیل اینکه تمام معایب اون حزب واحد داشت بدون کمترین حزب باشه، که عبارت بود از اینکه گویا مسئولیت اون رشد دادن جامعه. پس در این زمینه هم جامعه ما رژیم خمینی رو از یک پایه اساسی محروم کرده. اونیش که حزب ایشون باد هواست، وجود قانونی ندارد. حالا این اخیراً هفته گذاشتم که کمک مردم به این میکنند. به این غافل از این است که این در خود این خبر و این عمل تناقض موجوده. یه حزبی که مدعی همه کشور رو در دست داره و حتی کمک میگذارد، معناش این است که مردم به طور عادی کمکی به این حزب نمی کنند. اگر من آرد ناگذیر نمی شد که حتی کمک تشکیل بوده. و یه حزبی که این چنین رسالتی برای خودش قائل شده بود که بله ما اونیم که میخواییم انقلاب به هدف هاش برسانیم که جامعه اسلامی است و چنین و چنان و فران، خود مدعی است که خرج برای فرستادن اشخاص از این شهر به اون شهر برای تبلیغات نداره، حالی که البته جامعه میدانیم که دروغ میگوید و این کشور رو با جا میخورن اینها. نه همه رو مردم میدونن و میدونن این کار رو میکنه بازی، اما همین بازی خودش افشاگره. معلوم میکنه که این حزب واحد جا نیفته، جامعه نپذیره مسئله حزب واحد، چنانی که رستاخیز شاه هم جا هم نپذیره. خود این که دبیر کل همین حزب میاد میگه طرفدار چند حزبی شدن است، باز دلیل دیگری برای این است که جامعه این شالوده دوم رژیم خمینی رو هم شکسته و چیزی به عنوان حزب واحد دارای مسئولیت تاریخی پذیرفته نیست در ایران. حالی که ما این میدونیم که در جامعه های اروپایی و غیر اروپایی، اینا جامعه های کمونیستی، اینا جامعه های هستن که در اونجا جامعه پذیرفته که این حزب دارای مسئولیت ها و رسالت هاست. حالا اگه خوب انجام میده بعد انجام میده موضوع عجابی است، اما اگر این رو نمیپذیرفت اینا نمیتوانستن جا بیفتن به پیش برن، همچنین در جامعه مثلا الجزایری. اما در جامعه ایرانی این نیفتاد جا، حتی به اندازه حزب بعث سوریه و عراق هم نتوانست از مشروعیت برخوردار بشه. و امروز در فلاکت بارترین وضعی است که کسی نمیتوانه منکرش بشه. یک دلیل مهمش این بود که اون قشر حاکم که برای روحانیتی نتوانست در خود متوجه کنه. البته دلائل دیگه هم پس این شیوه از مبارزه که تشکل سیاسی باشه و خارج از این حزب اشخاص حاضر نشوند، گروه ها حاضر نشوند از هویت خودشون صرف نظر بکنن، خود همین صرف نظر نکردن ضربه کاریست به شالوده نظام حاکم. بنابراین اونایی که میگفتن چه باید کرد، باید تا میتوان بیرون از این حزب تشکل به وجود آورد به هر عنوان و به هر بهانه‌ای و هر رسمی راهی، هر گونه جمع شدنی حتی اگر هیچ مقصد سیاسی نداشته باشه. این خود به خود ضربه است اون میکنه. پس جامعه از این پس باید این کارهایی که میکرده تا به حال توسعه بده.
و شالوده های دیگه ای که این رژیم داره، مثلا شالوده های فرهنگی، ما یک بار گفته بودیم که درس خوندن مبارزه است. این نظریه مثلا اساسی است، هر کس کتاب به دست میگیره مثل اشتر به دست میگیره، نه از باب مبارزه عمومی جامعه های عقب مونده برای رشد این ضرورت داره که داره، بلکه در حال حاضر که رژیم مسئله فرهنگ و رشد رو به تقابل با اسلام کشونده، این ضرورتش امروز برای همه است، بسیار با فایده هم است، کسی هم ازش ضرر نمی کنه، باید کار امیدیت عالم میشه، نفع میبره. پس یک چیزی بدی نیست که مگر ما شما به همه جوانها رو دعوت بکنیم به کار علم و تحصیل، و شما بگیم که ابدا نگران نباشید، اون دوران سپری شد که درس خوندن رو میگفتن این اگه درس خوندن وجوه ها میشود و از مرده سیاسی بیرون میرود، نه، هر که درس نمیخونه از مرده بیرون میرود، به دلیل اینکه امکان میدهش یکی از اساسی ترین شالوده های استبداد تاریخی عدم گسترش علم و رشد فرهنگی دوام بیاره، به واقعیت است، وگرنه چرا باید یه رژیمی با دانش مخالفت بکنه؟ اینا که الان در خارج کشورن، جوانهایی که در خارج کشورن، این رسالت بیشتر باید بدن، بیشتر باید تلاش بکنن به طوری که ایرانی بودن مترادف بشود با دانشمند بودن، و این سبب بشود که جهان نپذیره ادامه استبداد در ایران، و اصلا جهان هم لازم نداره، به نظر این که خارج کشور سر به هزاران زد متخصصانی که میتوانم چرخ اقتصاد ما، صنعت ما، کشاورزی ما، فرهنگ ما رو به گردش در بیاورن، اینها هزار هزار بودن، کدوم رژیم میتوانه در حال کشور رو به روی نبودن، به کدوم استبداد میتوانه در برابر چنین نیروی عظیمی که هیچ اسم سیاست هم برس کنید نیارن جوان بیاره، ناچار اون استبداد از استبداد دست برداره، اینا حاضر به شما برن در اونجا کار کنه. این است که به هر جهتی از جهات شما به مسئله نگاه کنید، ببینید که علم امروز بزرگترین مبارزه شماست به عنوان یک نسل با رژیم استبداد و تاریخی، و این سبب میشه که اون نتوانه این حصار مبادلات فرهنگی رو در دست بگیره و نداره هم دست بگیره، در عمل چنان شده که اون عنصری فرهنگی تلقی میشود که از مجرای رژیم خمینی نیامده باشه، مردم رو ازن فرهنگی تلقی میکنن، هرچی هم حالا داره زور میزنه، شب و روز هم ستایشگر علم و دانش و تخصص شده، کسی باورش نمیاد که اینها به دشمنیشون با علم پایان بده باشه. بنابراین اینجور نیست که در خارج کشور کاری نمیشود. شکستن سانسور، مبارزه با فرهنگ بسته رژیم، مبارزه با سلطه حزب واحد در جامعه، بس بیان دیگه با هژمونی طلبی، این سه مبارزه اساسی است که خارج کشور نقش تعیین کننده در ما داره، در دوره شاه هم داره، ضرر هم به کسی نمیگذاره به شرط که شرح تحصیل بکنن میگه، و این هم که این مطالب رو برای شما میگویم در زمان شاه هم خود همین کاره کرده، یعنی آموزش علمی رو جزی از مبارزه شناختن و علم و مبارزه رو یکی کرد. پس ما در جای درون هستیم، اگر امیدواریم به تحول اساسی در ایران، این امید بر وهم مبتنی نیست که او نشستیم و خیارت رو اونو خوش میکنم، نه، بر یک داده ها و واقعیت هایی این شالوده هایی که من برای شما شمردم، اینها شکسته، ایران روسیه نشد، ایران آلمان هیتلری هم نشد، چی از اطلاعات صحیح هست که امروز که خودتون دیگه اصلا مسابقه هم میدن در بیان، البته این مسابقه ای که میدهن شما رو نبریدن شما نکنید اینا دست برداشتن استبداد، نه، چون میدونن نمیتونن مهار کنن، حقیقت بیان میشود، دیرتر به جنبن از کسیشون رفته، پس غالبا خودشون میگن، ولی همین که خودشون میگوین معناش این است که جامعه نپذیرفت نظام سانسور آقایان رو، مشروع ندانست، شرکت کرد در شکستن سانسور،
نتیجه دهن به دهن هر مطلبی واقع میشه تمام ایران میدونن، تمام از ایران به خارج هم میدونن، تمام دنیا میدونن. این مصدق گفتون که در ایران چیزی سری نمیدونه. مردم ایران از قدوم مکانیزم های خاصی این ادعا کرده بودن برای شکستن سانسور و کم بود که در ایران بشه توتالیتاریز بزرگی را بیاد و نیامدن ایش وقت تحریف ایران، برای اینکه هرگز در ایران سانسور نتوانست مستقر بود، رژیم شاه هم نتوانست سانسور برقرار کنه. بعد که این رژیم ساقط شد ما رفتیم اونجا دیدیم هیچ حرفی نبوده که ما نمیدونیم، خیلی کم به نطبت الله یه خورد و بردایی بوده که مثلا ما بوده شد بون حد نمیدونستیم، اما میدونستیم خورد و بردا بوده فساد ها همین هر میدونستیم، اندازش کم و زیاد بوده، اونو مسئله نیست. الان هم این رژیم خمینی سر نداره که کسی ندونه. پس حالا شما متوجه میشید که این کارنامه که من مینوشتم چرا مینوشتم. میخواستم نگذارم این شالوده تا بگیره و ما پس بگیم. اگر این همه اصرار میکنم به شما و به اونهایی که میشنوم صدای من رو از درون و بیرون کشور، خبر به معنی که به شما رسید در صحتش مطمئن شدید، البته خبر دروغ نه چون عکس نتیجه میده، به معنی که از صحتش مطلع شدید پس کن. این بزرگترین مبارزه با این رژیم توتالیتر پس هم به یکی دیگه بدید، اون به یکی دیگه بده. به این ترتیب رژیم توتالیتر رو فلج کنید. اونها هم که مخالف میکردن میگفتن همه چیزی میامد به مردم میگفت، هنوز هم میگن این حرف رو میدونن کجاست میسوزه. به برای وقتی همه جامعه فهمیدن دیگه شما مشکل بتوانید باور مردم رو به دروغ های خودتون تحصیل کنید. سانسور برای اینه که دروغ شما رو راست بپندارد. اگر بشود که خبرهای صحیح برسه که دیگه دروغ شما رو راست نمیپندارد. شما باید بتوانید به مردم بگید آقا جنگ رو بردید و این باید سانسور باشه تا دروغ شما رو جای حقیقت بپذیرن. اگر راست حقیقت به مردم گفته شود معلوم شده آقا شما نبردی جنگ رو، خودی به شما ایمان نمیآورن. بله ایمان نه آوردن شما نمیتونید توتالیتر بشید. بنابراین توجه میکنید که اینها غالبا خیال میکنن مبارزه نیست، حالی مبارزه علمی صحیح همین است. شرکت در شکستن سانسور از راه پخش اطلاعات صحیح و نه غلط. متاسفم که بخشی از مخالفان با نشر اطلاعات دروغ کمک میکنن به جبهه سانسور و مثل این روزنامه در میاد در خارج همین کیهان لندن کارش نشه اکازی خیال میکنه که چپه میزنه به رژیم خمینی و در واقع خدمت میکنه، چون یک تردید درست میکنه نسبت به صحت اطلاعات که رژیم به رژیم امکان میده خود که توجیه کنه بگید که باید که بگید آقا این همش کرزا و دروغ های درست میکنه، حقیقت همه که من میشه بگید. اما اگر مخالفین هیچ خبر رو دروغ پخش نکنن و خبر صحیح رو هم دیگه هست نقل بکنن، این رژیم تمرش میشکنه. این چهار زمینه که من به شما گفتم، یک زمینه پنجم هست در مورد اقتصاد، نقطه اقتصاددان هاست که ما باید بنشینیم و فساد این سیاست اقتصادی رو روشن کنم، چون که ما از در سالمین که در اینجا هستیم قبلا هم که در ایران در مقام اجرایی بودیم همین کارو میکردیم و هیچ مسئله رو نمیگذاشتیم جامعه نفهمه که معنای این سیاست چیست. میفهمیم حالا هم با این کار ادامه دارم. این اقتصاد استبداده، اقتصاد وابستگی است و جامعه باید بدانه که این رو به مرگ میبره و خصوصا باید بدانه که راه حل دیگه وجود داره. بله خب میگن آقای بله میدونیم بله میدونیم اینم چنین جوابی باید دیگه نداریم چه بکنیم، اما نه راه دیگه وجود داره. اینجا که ما مقایسه میکنیم این سیاست اقتصادی که با سیاست اقتصادی که در حدودی هم توانستیم اجرا گذاشتیم، مسئله مقایسه این شخص با اون شخص، این دوره با اون دوره نیست. مسئله این است که میخواهن به کله این هموطنهای ما شما بکنن همچه که در جای دیگه میکنن که گویا این اقتصاد یه جبره، علاج قیمتی نیست، نداریم هیچ امکان نداریم باید نفت رو بفروشیم پولش بکنیم بودجه و این ترتیب خرج کنیم، نه امکان دیگه هست. و اینکه جامعه بداند امکان دیگه هست همچه که در دوره شاه سبب شد که اون رژیم رفت، امروز هم این نتیجه رو خواهد داد و یکی دیگه از شالوده های اون رژیم را هم خواهد شد. امروز امیدوارم مطلب برای شما روشن است که ما وقتی حاضر نشدیم در آغاز برای خاطر
خوش آمدن سلطنت طلب و غیر سلطنت طلب بودیم اسلام کنار، حتی اگر معتقد نبودیم کار درستی انجام داده بودیم. چرا؟ به دلیل که رژیم خمینی از دشمنان اسلام که ناراحتی نداره، یعنی اون وسیله توجیهش هم میگیم اینا دشمن هم رو با اسلام دشمن هم. با ما مخالفتی ندارن، با اسلام دشمنی دارن. اما اگر شما آمدی گفتی آقا این کارهایی که تو میکنی بر وفق همین ایده‌ای که به نام حکومت میکنی دروغ غلط است، مشاهده شکسته، پایش شکسته و این رژیم کمر شکسته نمیتونه کمرش هم راست بکنه. چرا میگویم صحنه کربلا تعیین کننده بود در هم شکستن نظام بنی امیه؟ به دلیل گویا اسلام دروغی را به نام اسلامی که اسلام واقعی نبود، جای اسلام واقعی نشونده بود، وسیله توجیه جنایتش میکرد. این فرزند پیامبر معرف اون اسلام واقعی بود، اما در اون صحنه دیگه جای شک و تردید برای احدی تو این دنیا باقی نگذاشت. اسلام اینه، اون جد اسلام. بنابراین بحثای بنی امیه نمیتوانست بعد از کربلا به نام اون اسلام جنایت توجیه کنه سرانجام از بین رفت. رژیم خمینی هم مثل هر رژیم دیگری همینطوره. حالا عقیدتی دارن، خب این باید به صورت بحث علمی اظهار بکنن. یه وقت نه، دشمنی و کینه دارن، خب اینا مثل خمینی. به لحاظ اینکه معلومه که اگر اینا حاکم بشون همون بلا رو سر این مسلمان ها خواهند آورد که این آقایان امروز به نام مسلمان سر مخالفین خود میبرن. معنیش اینه که اسلام تعمل نخواهند کرد در ایران. پس این به معنی این است که آقای خمینی به ما نه، اسلام حرفش روشن واضح سریع و آنیش برای آزادی و رشد انسان، و این آقا اون چرا که می کند ضد این اسلام هست. اگر جهان امروز چند تا بیمار ایرانی بگذارید که اینا خیال می کردن حالا خوب شد با خمینی و اسلام با هم می رن، از این بیمارا صرف نظر کنید، این بشریت امروز شما تردید ندارید که این بشریت نمیپذیره اون چیزی که خمینی میکنه اسلام. به دلیل که ده ها و صد ها مورد مخالفت صریح اعمال این آقا با اسلام ملاحظه کرده. نتیجه این که وقتی معلوم شد کارهای این آدم و این جمع با اسلام منطبق نیست، وسیله اساسی کارش را دست داده که نامه برای این بود که مردم باور کنن به این رژیم میگه. گفتیم به جهت مشروعیت به این شالوده ها احتیاج داره. اگر مردم باور نکردن که آنچه شما میکنید اسلام است، بنابراین شما در آبی، قریه های رزانت در آبی. امروز نری فردا میری، فردا نری پس آده میری. در اینجا هم نقش کسانی که در بیرون کشور کوشیدن روشن کنن برای افکار عمومی دنیا، بابا این اسلام حقوق برای انسان قائله، این دروغ میگوید که اسلام حقوق برای بشر قائل نیست. اسلام حقوق صریح در قرآن بیان کرده برای اسلام برای انسان. نتیجه این جنایات در خلاف اسلام. خب این آدم آمد و گفت به اینکه ما اعتنایی به این حرفا که در دنیا میزنن ندارن، بکشید. در خارج هم عده معیوس شدن، گفت خب اعتنا نمیکنه بر دنیا. حالا ملاحظه میکنید که نمیتوانست اعتنا نکنه. خود این وانمود کردن این که اعتنا نمی کنه دلیل بر این که اعتنا می کنه. اون نه به خاطر خارج است که مجبور اعتنا کنه، به لحاظ اون مشروعیت که بهش احتیاج داره مجبور اعتنا کنه. چون اگر واضح شد این که مجازات هایی که می کنه مشروع نیست، چون باید مشروعیت کارش مردم بپذیرن می دید. این معلوم شد که این مشروعیت نداره کارش، خب این دانه ادامه بده. به وقتی ندانه ادامه بده، از این وقت فشار افزایش پیدا میکنه، رژیم میفته به خطر سقوط. این دفعه ملاحظه میکنید که در مجموع اونهایی که این روش هایی رو به کار بردن که این روش ها اساس رژیم رو به خطر انداخته، شالوده های رژیم رو زده، اون روش ها درست بوده، علمی بوده و نتایج خوب رو برآورده و باید اون روش ها رو ادامه بدن. این کارهایی است که باید کرد. بلای نشستن با این دولت و اون دولت، نه در باختن یا نه در درون نشستن، امروز گفتن رفیق بشیم با اینا سوال کنه پرسا بگیم که میدانه بشید، این چیزی رو حل نده. جامعه میباید در مجموع خطر هم نداره این روش هایی که الان برای شما شرط دادن، همش هم فایده داره.
تمرین دموکراسی، تمرین آموزش و تحصیل مبارزه با سانسور و تمرین آزادی است و نتیجتا شما را هم راحت میکنه از این رژیم. همین الان هم شما میبینید که این رژیم گندانهاش در حال ریختنه دیگه، اون سگ گراز نیست که حتی یک سال پیش بود. بالاخره با صدا بی صدا مجبور آقای لاجوردی را عوض بکنه. حالا بعدی هم که گذاشته بهتر از این نیست یا بدتر از این هست، اونها مسئله مهمی نیست. اساس این است که بشریت و مردم ایران مشروع نمیدانند قضاوت دستگاه قضایی رژیم ملاتریه را، به این حاصل شده. شما باید به خود ببالید که در مدت کوتاهی توانستید این نتایج حاصل کنید که وقتی به تاریخ جامعه های دیگه نگاه میکنیم، مثلا در اروپا میبینیم چند قرن طول کشیده تا این شاروده ها سست بشن. چند قرن الان داریم بحث میکنیم دیگه، چند قرن طول کشیده تا این مثلا از انکلیسیون راحت بشه. تازه نشده یه محصه که آقایان کلیسا گذاشتن این نازیست برداشت استالین اجرا نه چنانه که شما خیال کنید تو اینقدر به کلی همین چی تمام شده. همین کنگره کمونیستی که همین دو سه روز امروز تمام بود زیر چشمتون بود میدیدی نفه همچه خیال نکنید که جای دیگه به کلی راحت شدن بودن. این بیماری همه جا هست. توتالیتاریسم این مسئله نیست که دولت ها تنها درست بکنن. توتالیتاریسم ویژگی نوعی از قدرت در جامعه های بشری است، قدرت طلبی در جامعه های بشری است. نتیجه احزاب هم میکنن، گروه ها هم میکنن، در خانه ها افراد پدر مادرها هم میکنن. بنابراین مبارزه با این یک مسئله عمومی است. اساسی ترین کار در این مبارزه همینجور که در تعمیم امامت اگر دقت بکرده باشید چهر کردن، مبارزه با سانسور. شما که اینجا نشستید، اونایی که اینجا ننشستن بگویید، اونها به دیگران بگویند. شما برای زمین زدن رژیم خمینی اگر هیچ کاری نکنید جز نقش انتقال خبر صحیح، به شما اطمینان میدهم که سرعت بخشیدید به سقوط رژیم خمینی، به شرطی خبری که نقل میکنید صحیح باشه، اگر نه عکس نمیزنید. حالا نتیجه این مجموع رو از کجا بفهمید که مؤثر بوده؟ از زبان رژیم ملاتاریا. اینا که تا یه سال پیش ادولام ادولام میگفتن، من آنم که جهان را رستم جهان را گرفت میگفتن ما چنین کردیم و مشکلات حل کردیم و گند پودر میشیم و راه قدس باز میکنیم و ده بیا و ده برو و مسائل اقتصادی را حل میکنیم و ده چی کردیم و دانشمندن و اینا مسائل حل میکنند. حالا چی میگم؟ همه موازه دفاعی جهان نکنید که حالا من میگم اینا موازشون دفاعی شده برای که بگم معلوم میکنم، نه از فرده شروع میکنم به هم نمیتوانم بکنم موازه دفاعی به تبدیل کنم به موازه هجومی. من دارم لوشون میدم برای اینکه مردم فریب این موازه جدید اینها رو نخورن، یلا اینا برای خاطر حرف من موازهشون عوض نخواهم کرد، نمیتوانم این بکنم، بخواهند هم نمیخواهند این بکنم. مثلا میخوام بگن جنگ، چه میخوام بگن؟ هر بگن ما پکمه و پیروز میشنم سلام میشنم خود فندگار میشه بگر بسید اون میبینن که اون طرف میاد میزنه میره کسی مثل که چه بزنی حال تازه هار شده دوباره هم غم کردی تو دریا هم که هر روز کشتی میزنی که همه تعدید میکنی که چیم تعدید که تعدید تو رو تعدید نمیگیره. کارت به جای رسیده که حالا آقای کسی اینجا نوازه نمیسته که نباید جداش ایران از حد معینی زید تر بجاره بیچاره سیروزی که نداری که چی؟ الان کارت به اینجا رسیده. حال تو مخواه بگه چی بگی تو این اوضاع حالا؟ مخواه بگه که ما در قضیه گیروندانگیری پیروز شدیم و حالا هنوز هم هست پولای ما رو میخورن مثل اون مخواه بگی اون که مخواه شد بگه چی بگه چی هست. بنابراین اون چه مهم است مردم فریب این مسابقه آقایان رو در انتقاد نخورن که گویا خود دیگه داره خودتون هم دارن میگن دیگه آقای منتظری که دیگه میگه چی رو حرف نگه تو مجلس هم که دارن همه چیزه میگن یه چه میخوان از یق جان نمیشه نه ما از جان نمیشه را به قول مدرس میخوانیم که تو نباشی یعنی تشریف رو ببرن به استفاد رو پایان بدن به استفاد در جان پایان بدن. پس میبینید که اگر انسان به روش علمی مطالعه کنه و زیاد و روش های مناسب با مواقع اتخاذ بکنه که دربه ها وارد میشود به شاروده ها وارد بشود
ارزیابیش به حساب کتاب می شود، خوشبینی و بدبینیش هم با حساب کتاب می شود. حالا الان که من این حرفا رو شما زدم می‌بینید هستم هموطنانی از شما که در خارج کشور هم همش آیه یأس می کنم که فایده نداره، در خود داخل هم نتونست این کار می داره. تا زمان شاه هم بودم، همون روزایی هم که شاه همه می دونستن رفتنیش بسیار بودن، می گفتن آقا شما اینجا خارج نشسته خیالت می کنیم این مایشا بودیم رفتنی هم کنیم بودیم چیز آسان می دونیم چیز آرپا برای برای چون اونا هم اون وقت مطالعه علمی نمی کردن. انسان وقتی اندازه گرفت یه فیلت دیگه، الان اونایی که من گفتم شما دو سال پیش برای اینکه رقم بودجه رو گلیاری کل دارندگی باید میکردی و گیر نمی آورد، درست میگن؟ سانسور بود. الان آقای هم کتاب آمار میگن میرون یه تغییر شده دیگه، نمیشون رو ببین نشده چه موجب شده که این محالا خودتون کتاب آمار در میارن میرون؟ چون اون سانسورشون رو خراب کردن کسانی که نرفتن زیر باره اینکه چون آقا مخفی میکنن پس نباید هر بیزن نه هر جور شد که گفتن و حقایق رو گفتن و وقتی حقیقت ها گفته شد بشون دید که این سانسور که زیاد میشه بگر کرد ضررش دید خیلی بیشتر از نفشه حالا خودش داره میگید این آقایان یک سال پیش نبود و نیامدن نگفتن که ما رشد اقتصادی چه میکنان کردیم، نگفتن آقای خمینی نگفت که اینا دانشمندن آقا مسئله اقتصادی رو حل کردن درست کردن، نگفت گفت دیگه. حالا آقای رئیس بانک مرکزی میگوید که تولید ناخالص ایران 54% خدماته و این 54% خدمات در سال 62 38% رشد کرده و در برنامه پنجم این آقایان گفته بودن مجموع اقتصاد در سال 62 9% رشد میکنه. خب اگر نصف اقتصاد 38% رشد کرده و تمام اقتصاد 9%، پس اون نصف بقیه باید روشون منفی کرده باشه و وقتی شما یک معادله ساده برقرار میکنید ببینید بله اون فرمایش خود آقایان یک سال سر تولید کشاورزی و صنعتی ایران کاسته شده تک فرمایش خود این آقایان و بعد تو رو گلوگی های و این سیاست اقتصادی تو رو خرسندون اینجا و این کشور رسندون اینجا پس ما راست میگفتیم تو رو میگفتیم اما این راست حالا چرا میگوییم؟ مریض بودی دو سال پیش بگی؟ وقتی میگو که درست میکنم همه چی نه خیلی آقا همه درست میکنم چطور درست نشد حالا رسیدی به اینجا؟ اصلا خود 54% خدمات یعنی که یعنی داره جور معنیش این برای اقتصاد خوابیده دیگه چون 13% باشون که میدرمایید نفته این میشه بعد 54 سیزه چقدر؟ 67 اونم 13% روش کرده این 67%ش که نفت و خدماته یه باقی چیه؟ باقیش کشاورزیست و صنعت هم که بر وارداته این پول نفت رو واردات کردی دیگه از اون 13% هم همین پول نفت دادی واردات کردی 13% هم از اون کم کن بابت این این شوار 80% بس اقتصاد نداره دیگه نه میشه همچه چیزی نه هم اقتصاد شاید بتر از اقتصاد شاید همون بار رفتی رسیدی به همون مومن پس ما راست میگفتیم تو دروغ میگفتی حالا مجبور بیه بگی که من دروغ میگفتم چون میخوای مالیات بگیری باید بگی چون خدمات 54% و 38% اون روش کرده بس اینا باید خدمات مالیات بدم اینجا مجبور شدی یک قسمت از حقیقت بگی قابل از اینکه به نزدی که میگفتی بقیه حقیقت هم از حرف تو در میادیگه حالا اون نده دست دروغ میشده پس دیگه جنم تو دامبول نباز در از نظر اقتصادی رسیدی به مومس تو رفتنی هستی بکشی خودت هم نمیتونی از این مومس بیاری برای اینکه آمدن بیرون محتاج یک جراحی بزرگ در بودجه سرکار تو میتوانستی جراحی بکنی تو کودتا نمیگردی که دو میلیون کارمند تو چجوری میتوانی اخلاص کردی این هاست اون حقایقی که کار این رژیم رو رسونده به اینجا بنابراین این از ناچاریست اگر بعضی حرفا و انتقادات رو به اصطلاح خودش داره میگوید چون بنبستش کامل است ولی کسی که حوصله کار علمی نداره مطالعه روزمره هم نکرده این نکات رو هم نمیدانه البته اونجا نگاه میکنه این هایی هستم رو میزن و میکشن میگه آقا مگه رفتنی هم اما کسی که این شاروده ها رو دقیق مطالعه کرده باشه میدونی که این تمام شکسته این رژیم برای هیچ با پا بابادار نیست این رژیم سه سال پیش نیست
تمام پایه‌ها شکسته. هیچ کدوم از کارهایی که میخواست محفظ نشده. مهمتر از این که دیگه باور نداره به عنوان جامعه ایدئال این آقایان گویا این کارهاشو موجه هست. اون چیزی که اساس هر توتالیتاریسم رو تشکیل میده. جامعه مسیحی قرون وسطی بر اساس این که در آینده جامعه جهانی مسیحی چنین جامعه تشکیل خواهد داد. کرد اون که در جامعه این هیتلری بر اساس اون نژاد برتری که کره زمین رو از نژادهای پست پاک میکند و به دنیای بهین درست میکنه این کاتنه ها چطور که میگن؟ یه همینجور استقیم آقایان میگفتن اسلام میخوان درست کنند نه تا به حال یک طرحی به عنوان اسلام حتی به عنوان فرض کنم انسان ارائه بدن که بگن ها اون اسلامی که میخوان دیگه هنوز آقای منتظری تازه خواستن که میشینن راجع به چیزهای قضایی فکر کنن چهارده قرن گذشته شش سرانه ها حکومت داره میداره هنوز باید دانشمندان میشینن راجع به امور قضایی فکر کنن این کی دیگه از این قبول میکنه که این طرحی برای جامعه فرده داره بنابراین مطلب بر شما کامل روشن شد که نه از نظر آینده نه از نظر پایه ها و شالوده های موجود این رژیم بر چیزی استوار نیست حتی این خشونت کورش هم نمیتوانید مردم ایران نباید بترسن از این دندانهای گراز این ملتاریا این دندانها دیگه کم شد به شما بشارت میدهم که زمان تحول فرا رسیده بسیار سخت نداشتن زود از پا در آمدن اونهایی که استوار موندن حالا بتوانم به خودشون همون سخنی را بگویم که ایوب بعد از اون صبر تاریخی گفت جبران شادی و بهروزی فرا میرسد و ما میتوانیم مطمئن باشیم جامعه ما یک جامعه آزادی است و انقلاب ما به هدف تاریخیش میرسد و این باز یکی از بردهای بزرگ اندیشه اسلامی است همچنین است که گفتم الان در جامعه های غربی هنوز ادامه دارد و همین که قرنها از در این زمینه ها از ما گروتر هست اینون چون خود اندیشه با توتالی بیان شده از این تقاطر واقعا مبارزه با فرعونیت دیگه توتالیتاریسم همون فرعونیت چیز دیگه نیست همون چی مسئله ایست که محور مبارزه قرآنه فرعونیت بنابراین خود این رو نمیشه وسیله توتالیتاریسم قرار داد چون که در تاریخ هرگز نشد اون بساط انکویزیسیون در جامعه مسیحی هرگز در جامعه اسلامی نتوانست وجود بیاره ولی که اساسا تمام عناصر این اندیشه مخالف توتالیتاریسم در جزء کل خودش این انسان رو ناپاک نمیداره تا بدید دست آقای کلیسا پاکش کنه و این انسان رو مسئول میشناسه و این اساس تضاد با توتالیتاریسم آقای بیچاره رو حالا آوردن مثلا اونجا شده ملای ازبال آقایان چه ملای ازبال تو دارید؟ اسلام تبری بود شهر ایده گفته است که چگونه این تحول اروپا نتیجه عمل دانشمندان و اندیشه و عمل دانشمندان و مسلمان بود و نه هم شهر کرده نه درست بعد آمده یه دفعه که این لیبرالیسم همین آزادی میرسد به اینجایی که انسان میشه آزادی در فساد و آزادی در دیدینی و آزادی در فلان و آزادی در فلان خلاصه این آزادی بر چیزیست و آقای بزرگوار تو چطور این دانشمندان رو شمرد این دانشمندان چه گفتن که در غرب مؤسس شد چطور بو علی سینا از قرن از هزار سال به این طرف تا سارت در اندیشه و غول غربی مسلط شد و خود را برای اینکه بابا این آمد گفت انسان اگزیست چون اگزیست چون موجود است مسئول است چون مسئول است مختار است نمیشه از آدم غیر مختار مسئولیت هست موجود غیر مختار مسئول نمیشه باشه و گفت این قرآن که میگه امانت بار امانت در دوش به هر که پیشنهاد کردیم به هر موجودی نپذیرفت انسان پذیرفت این همون بار مسئولیت هست این همونه که سارت اساسش اگزیستانسیالیسم سارت رو دیده دیده نیست که اگزیستانسیالیسم سارت حتی اقراق در این مسئولیت انسان بود خب این اندیشه پس آزادی که بر اساس مسئولیت انسانی است از اسلام رفته به مسیحیت تو چطور این یاد رفته بگونی در قلمی بفرمایی
چیز دیگه نیامده بود خب بس رنسانس با چی شروع شد؟ با همین شروع شده دیگه با ایمانیز راسته چی ایمانیست؟ ایمانیز دیگه که انسان مسئول است انسان مختار است سوهر ایمانیز نیست از کجا من؟ اندیشه اسلامی دیگه اینه دادم به قلبی اولا چه ایمانیز نیست؟ چرا میگویم ایمانیز با رو آوردن به فلسفه اسلامی در اروپا با جریان آمد؟ چی داشت رو این فلسفه که ایمانیز به طرف او رفت؟ مسئولیت انسان، اختیار و آزادی انسان، این که تو یاد شما رفت، آقای پیتری اما نباید دید، حالا مردی انصافی باشیم، برای اینکه او در شرایط اصالت داره می‌نویسه و کسی که اهل فن باشه، ما چون من به دقت خوندم نوشته شد می‌بینه که نه، اونجور هم نیست که این دستگاه خیال کرده ایران خود آقایان رو داره می‌زنه برای اینکه فهم این که لیبرالیزم غیر از لیبرته است مشکل نیست به نام آزادی خیلی مکتبه ها ممکنه در دنیا به وجود بیاد اما ضرورتا هر مکتبی که به نام آزادی نگه به نام اسلام خیلی جنایت نمی کنم در دنیا حالا هر دسته را افتاد به نام اسلام هر چی گفت اسلام نه لیبرالیزم یه جنبه های مثبت داره یه جنبه های منفی داره ولی اساسا بر این استواره که انسان ها حق دارن بر اساس توانایی با هم رقابت و مبارزه کنن عنصر محوری لیبرالیزم اصلا هیچ همسان نیست با تعریف آزادی که بر اساس مسئولیت انسان است بله این اندیشه اسلامی چه که شهری که خانم گفت در ایمانی نقش تعیین کننده در دفعه پیشم راجع به مانی دیدیم که اثرات پایدار بر تحول اندیشه سیاسی فرهنگی جامعه های قدیمی است این اثر روشنه اما اون اثری که گذاشت در تأکید بر این واقعیت بود که انسان مسئوله و مختار دو جریان ناهمسو متاسفانه بین دو فرهنگ برقرار شد یکی اون چرا که کم داشت گرفت که مسئولیت بود به اختیار انسانی و تمدن اسلامی گرفت و تمدن اسلامی در یه دوره بر اساس روابط کسی مسلط زیر سلطه متاسفانه از اینها اون گرفته است که ما الان میدونیم یعنی انکار مسئولیت انسان بر اساس ولایت کلیسا ولایت قدرت حاکم از بخت بعد اینجوری شد و رهایی تمدن اسلامی ما فرهنگ اسلامی ما از زمانی که ما بتوانیم دوباره تأکید کنیم بر عمومیت امامت یعنی هر انسانی رو رهبر بشناسیم یا برای حق شرکت در رهبری مسئول بشناسیم و مختار بدانیم از این زمان ما از قبضه‌دهی قدیم یعنی ولایت فقیه و جدید ولایت ایدئولوژی و متولیان ایدئولوژی رها شدیم خود شدیم اون وقت زمان رشد جامعه های ما قرار است با این به اصطلاح در این حال مقدمه و بحث به این مسئلات هم سالروز انقلاب و هم دنباله بحثی که میکنیم حالا وارد بحث میشیم حالاتی تو ما این برنامه رو گذاشته بودیم این روز بر اون مطالبی که بیان کردیم نتیجه این قسمتی که به خود بحث راجع میشود اساسش گفتیم حالا دنباله است این بچه تاریخی برای اینکه مایه عبرت بشود برای نسل امروز ولی همین بچه که گفتم الان این آقای احسان طبری در روزنامه های ایران برای انداخته به شما میگه که اهمیت بحثی که ما شروع کردیم چقدر بوده دقیقا در ریست ما به شالوده از شالوده های این رژیم داریم وارد میدیم که اون ولایت ضد دینی یا بهتر بگیم استبداد ضد دینی مون بفری هست گفتیم که در آغاز پیدایش جریان های ارتدادی دو سنخ و دو طرز فکر پیدا شد یکی میگفت باید سرکوب کرد یکی دیگه میگفت باید نه زور رو کنار گذاشت و مباف فساد مبارزه کرد این را حل دوم رو کسانی پیشنهاد میکردن که به کلیسا وفادار بودن اما با فساد در کلیسا مخالف بودن میگفتن باید کلیسا از فساد پاک بشه اینا در آغاز قرن 11 در میلان مجمع تشکیل دادن
کار این مجمع چه بود؟ مبارزه با فساد در نزد روحانیان درجه طراز اول، در کل کلیسا، خصوص نزد روحانیان طراز اول. اما خب این کار مشکل بود، مثل که امروز شما بخواهید دارید امروز در ایران مبارزه با فساد بکنید در نزد روحانیان طراز اول، هم روز اول اداره بکنید. مفاجئه رو می‌خواستیم بکنیم، ما می‌خواستیم رو اجن چرا فساد نگردید تحصیل رو داریم آقای دیگران هم که اعدام شدن به کشته شدن هم حرف زدن با فساد در نزد روحانی و حاکم مخاطب کردن. نتیجه این آقایان هم کارشون به جایی نمیرسید و خود به خود در شمار مخالفین کلیسا در میامدن. در عواسط قرن دوازدهم یک بازرگان و ثروتمند مقیم لیون بود به اسم پیر والدو. یک دوستی داشت این مرد و این ثروتمند، این تاجر ثروتمند از این مرگ سخت متاثر شد و تمام اموالش به بیماریان بخشید و خواستار مبارزه با فساد کلیسا شد. عده زیادی هم به گرد این جمع شدن و پاپ در این هنگام الکساندر سوم بود. اینها به خودشون عنوان نام فقیران لیون دادن، پس فقیران لیون به این ترتیب داشت. پاپ که گفتم الکساندر سوم اول با کار اینا موافقت کرد، اما کار بالا گرفت در حد این مبارز با فساد نمود. اینها یواش یواش زدن به زیر ولایت فقیر، ولایت کلیسا، اصلا به زیر خود کلیسا. گفتم دین بدون کلیسا. این آرای فقیران لیون تأثیرات بسیار گسترده‌ای در تحول فکر دینی در جامعه های غربی به جا گذاشت شده. تدریج ما به اونها میپردازیم. اولین تأثیراتش پیدایش دو فرقه شد که این دو فرقه هم که در سال 1206 یک کشیش اسپانیولی به اسم دیگو دو ازویدا که اسخوب اسما بود به بومپریه رفت، بومپریه فرانسه، و از اینوسان که پاپ بود استدعا کرد او از وظیفه کشیشی آزاد بکنه، معاف بکنه تا او بتوانه میان این مرتدین اینا بره به زبان خوش بدون زور و فشار مخالف این کارا بود به زبان آدمی با اینها بحث بکنه. پاپ هم با این استدعا او موافقت کرد. این لباس پر در غبرق کشیشی و انداخت او رو فرقه پوشید. پاپ پای برهنه براد یه مصاحبی داشت به اسم دونیم گو دو گوزما، دونیم گو دو گوزما، که این دومینیکن ها فرقه دومینیکن ها این مسئله گو بنازده داشت، این مسئله گو صافی. اینها آمدن از پاپ یه استدعا دیگه هم کردن، گفتن اجازه بدید که ما در مجامع عمومی بتونیم صحبت کنیم، بحث کنیم، اصطلاح وعظ کنیم، اجازه وعظ کنیم. شما را تعجب نکنید که آیا همین هم اجازه پاپ میخواستن، همین اجازه پاپ کنید. پاپ هم موافقت کرد. البته وقتی موافقت کرد نمیدونست بفهمه که این چه تأثیر شگردی در جهان مسیحیت به جا خواهد گرفت. یه فرقه عظیمی رو وجود خواهد داد که هنوز هم ادامه داره وجود داره، که همون فرقه معروف دومینیکن هاست. و اون دومینگو هم شد سن مقدس معروف، که مرد شد سن دومینگو. خیلی آدمی خوشبویی بود، بسیار خوش بیان بود، سخت به اصطلاح با مردم میجوشید و سخت ضد زور و شکنجه و داغ و درخت همین بود. البته با اون زندگی پر تجملی که شیشه مخالفت میکرد، جوری که عموم از مسیحی و غیر مسیحی و ضد کلیسا و با طرفدار کلیسا اینو محترم میشمردن. اینقدر محبوبیت کسب کرده بود. اینا در ابتدا طرفدار فلسفه فقر نبودن، اما وقتی اثر کار فرانسیسکن ها که بعد می رسیم و می درقیم سیما دیدن دیدن اینا هم جانبدار فرق شده. در 1220 یک سال پیش از مرگ دومینیگو پذیرفتن که خدمتگزاران باید به زیبر فرق را راسته باشن. در 1228 میلادی فرق را جز آیین اونها شد. معنای این فرق این بود حق مالکیت چیزی رو نداشتن، حق نداشتن را کسی هدیه رو بذیرن. و خود دومینگو با همین چیزا مرد. وقتی به سر از دنیا رفت در خانه یک دوست و در پیراهن یک دوست دیگه مرد.
چون نخانه داشت نفیرن. خب پس این میگه که در واقع این لباس فقر یک مبارزه بود با اون بساط پر ضرب و برق کلیسا و اون جاه و جلال و شکوهی که کلیسا به عنوان قدرت حاکم در اون روزگار پیدا کرده. هم زمان با اینها گفتیم یک جریان دیگه رو وجود آمد که اون جریان به اصطلاح فرانسیسکن ها بود که اون رو یک ایتالیایی به اسم جیوان برنادو پای گذاشت. اونم یک بازرگانزاده 20 ساله بود که بیماری سخت دچار شد و وقتی از بیماری مثلا برخاست شخصیتش تغییر کرده بود. پدر مادر اینو بردن پیش کشیش که این نصیحت بکنه و اون در حضور کشیش عریان شد و گفت که هیچی از مال دنیا نمیخواد و پیاده را افتاد. وقتی تعدادشون رو رسون به 8 نفر تو حالا وقتی که دنیا رو بکنه مسیحی دو نفر رو به طرف شمال برسن، دو نفر به طرف مشرق، دو نفر به طرف مغرب، دو نفر به جنوب جنوب. اونها در جهان فرقه فرانسیسکن ها رو به وجود آوردن. به این وقتی این دو فرقه کارشون گرفت خواهدید اعجب چیز خوبی شد که اینها دیگه متهم به چیزی نبودن. نه کسی اونها رو متهم به قدرت طلبی میکرد، نه متهم به پول و مال دوستی میکرد، هیچ کدوم از اینا. از چه بهتر به این که کار مبارزه با ارتداد رو به اینها بگذاره. اینا که تا این لحظه ضد قدرت بودن حالا شدن متصدی تغییر مرتبط منحرفین و منافقین و برنامه‌ریزی های لاجرمی. خب چی کردن اینا؟ همه خیال میکردن اینا یه فساد ناپذیر هم میگه، اینا امتحانشون دادن. اما همون قدرت اینها رو هم فاسد کرد. سپاه پاسدار در واقع به این ترتیب تشکیل شد، از این دفاع به تشکیل شد. اینکه رژیم خمینی از مرد خودش در نیاورد این سپاه پاسدار، این منشأش بود. سپاه پاسدار در آغاز قرن 11 به شرط کشیدگی قرن 13 گفتن به هزار دویست خوده بگه قرن 13 به این ترتیب که گفتن به وجود آمد. اینا به تدریج مثلا از 1296 به میشه آخر قرن 13 هم که کلی دیگه مختار شده بودن، یعنی هیچ کس حق نداشت اینها رو تغییر بکنه. از همه مقررات جزایی معاف بودن، جست طبق اساسنامه‌ای که خودشون داشتن قابل تغییر جزایی نبودن و از هر گونه تفتیش معاف بودن. خود اینها که با اساس ترک زور، ترک پول، ترک دنیا، ترک مقام به وجود آمده بودن، از راه این قدرتی که دست آوردن شدن نظر بدترین فسادها در جامعه های بشری. و این اساس انکسیسیون رو درست کردن که هنوز هم شهره آفاق هست. هیچ داستان نتوانست او رو کنه کنه، نه داستان دستگاه قضایی استالین، نه حتی هیتلر. بیرحمترین کارها از اینا سرزدید بیرحمترین. البته تا وقتی اون دومینیکو زنده بود این کارا نشد. همچه که سرش بود از زمین اینها از پاپ خواستن و پاپ هم فرمان داد. این نشد بود چه ما گفتن که دستگاه اطلاعاتی 36 میدونی چه میدونی این همه فرمان معروف پاپ که تمام مسیحیان رو موظف کرد به جاسوسی اختیار شد با اون چه علائم از ارتداد میبینن فوراً به دستگاه‌های انقلاب گزارش کنن و اگر کسی متهم میشد اینا اول رو به زندان میکردن، اول چه مصادره میکردن، بعد مدت ها در اونجا میموند که ببین آیا این مدنستر هست یا نیست. در ابتدا انکیزیسیون موقت بود مثل دادگاه انقلاب موقت، نمیدونم کمیته های موقت خودمون 150 سال این موقت بود. تازه بعد از 150 سال که موقت بود به سازمان دادن و به اصطلاح دائمی شد. چنان رو به وحشتی درست کرده بود که هر کس خودش رو رفته میدونست، نه خیال میکرد به او خواهد رفته، خیال میکرد به او رفته هست. مجرد دائم در درزان بود در تقلال کنی بود و این حتی وقتی که رای به برایت میداد دادگاه صفت مجرم از دست نمیداد قربانی، یعنی هنوز مجرم بود. گفته این حالا تبره بروها بله میگوز این همچنان مجرم، این در قرنطینه هست، هر لحظه ممکنه دوباره بیارنش
این نفر اعدامش کنه. چنان که دیگه تو دادگاه خمینی هم همینجور شده. طرف یه دور محاکمه کردن، محکوم کردن. دوره زندانی که در زمین دوباره این آقا کشید به اونجا محاکمه این دفعه اعدامش کنه. این همینه. اما من درس ها رو کپی کردم از اون همینه. کودکان نوز از این درس ها محاکمه بود. اونا دیگه کارشون آسان بود. میگفتم آخه چون از کجا بفهمیم که مرتبه ای رفتم گفتم نه. از غرافه این بچه هم که از ابتدا با وحشت از انگلیسیون با میامن ها میگفتم دادگاه تو را انگلیسیون خواستی رنگش میزنه دیگه معلوم میگفتم نه خیلی چی کنه رنگی اگر میتر رنگش کنه. به این ترتیب بهترین مثلا قربانیان این دستگاه انگلیسیون کودکان بیچاره بودن. به محاکمه های مثل محاکمه های دستگاه خمینی اسمی از محاکمه داشتن ولی در واقع رسمی نداشتن. میتونم البته شاید هنوز مثل خمینی نشده این تدمیر شده برای اینکه میگه 30 تا 50 نفر رو گاه میشد در 48 ساعت محاکمه میکردن. ما میدونیم که نهایه هم 400 نفر در چه بید چرا 8 دقیقه هم طول نمیدن چرا 8 ساعت خیلی دمانی گیردن. هم ناشکنجه ها هم دایر بود که حالا ما بخواهم این هم ناشکنجه ها رو بر شما شرح بگیم از موضوع بحث ما بیرونه. امروز هم همه میدونیم که ناشکنجه ها با شما تحصیل هست. نتیجه این شد که این دستگاه عدالتی به وجود آمد که به احدی حتی به جناب خود پاک هم مسافت نمیدارد. ایدن مثل همین دستگاه های انقلاب که به احدی حتی آقای خمینی مسافت نمیدارد. و البته سبب شد که بیشتر قوا متمرکز میشه در شخص پاپ. خود این اول با مثلا قدرت پاپ در باور دینی متکی بود در بعد از این انگلیسیون دیگه بر ترس متکی شده بود نه این ناپایدار شده بود. نتیجه این شکل میشود گفت جریان این انگلیسیون در واقع جریان انحلال قدرت فیلس هست و اینجا به ظاهر یعنی میرد که این انگلیسیون که سبب پایداری قدرت فیلس هست بعد که نتایج آشکار شد در این ترتیب که در آواز برسنم برای شما شرح کردم این سابقه ها طی قرون یکی پس از دیگری شکست پروری پایه ها پروری یه دفعه اروپا به خودش آمد دید که نه کلیسای برجاست و نه آمریت و حاکمیت و ولایت پاپی و این تحول عمومی در 3 زمینه اساسی بود که ما در جلسه بعد یک بید اینا رو مورد بحث قرار میدیم. یکی در رابطه با قدرت های کشوری یعنی کلیسا و ناسیونالیسم، دوم در سازمان خود کلیسا، سوم در پیدایش عقاید دینی و غیر دینی در جامعه های اروپایی. و شما بخواهید به تحقیق خواهید مراجعه کرد ببینید که بر اساس این بر زور بسرن این در طریق انگلیسیون درست نقطه مقابل هدف هایی رسید که کلیسا خیال میکرد و انگلیسیون مونا خواهد رسید، یعنی وحدت دینی رو به کلی در جامعه اروپایی از بین برد. نه تنها وحدت دینی رو از بین برد بلکه متیر ماده رو نشون به جای اسپری و ضد دین رو نشد به جای دین. هنوز هم هست اساس بسید این تمدن ماتریالیزم این آقای تبری صحیح میگوید. اما این رو تفسیر تمدن غربی نبود، تفسیر این زور روی کردار بود رو مادیست. این نمیتونه خدمت گذار غیر خودش باشه، از وزیر جنس غیر خودش که خدمت نمیتونه بزنه. بنابراین قرض زدگی واقعی همین زور رو به عنوان روش اصلی به کار بردن و آقای تبری رو وادار کردن به نوشتن این گونه مطالب است. زوره شما یک پیرمرد 70 ساله رو در وضعی قرار بدی که این آزاد نباشه اونجا را که فکر میکنه بنویسه، بلکه چیزی را بنویسد که شما میخواهید. تبدیل شده به اصطلاح تولید کننده ای که با بار طب مشتری جنس باید بده. دیگه متفکر نیست. خب این هر چیز اون می‌نویسه عکس نتیجه میده. مردمی که اون حرفا رو در احسان تبری حرفای احسان تبری میخوانن به نتیجه عکس اونه که تو خیال میکنی آقای خمینی و دوستانش ایشون خیال میکنی خواهم رسید. شما که اونهایی هم که زیر فشار کلیسا دلیگه نبودن در روم نگفت که تقومه کرد که زمین به دور بخور چیز ما میکردن. خب کلیسا امروز خود رو سرزنش کرد به سران دقاد از خود کرد به مناسبت اون حال محکوم بود و زمین هم میگشت به دور بخور سوی و میگرد در جمع. نتیجه آقای کلیسا
به نتیجه که میخواست نرسید به عشق نتیجه رسید خودش آمده را تو رو میدونستن وحدت دینی نرسید جریانهای خود دین به کلی رشتش از دست کلیسا بیرون رفت و جریانهای ضد دینی حاکم شدن حاکم شد و این جریانهای ضد دینی هم رفتن تحقیقی که در بحث از تحول فکر اروپایی خواهیم دید یعنی متریالی ده رو اساس کار قرار داد الان رسیده درست به نقطه از حالا آقای پاپ رو شما میبینید این برای بر میبینید با میلیون ها آدم میان به تماشا این جواب اون متریالیزم قهر زده ایست که زور رو میخواهد عنوان تنها وسیله درمان دردهای بشریت به تمامیت بشریت تحمیل بکنه اون متریالیزم در شکل فاشیسم در شکل نازیسم در شکل استالینیسم و حتی در شکل لیبرال غربی در بقیه دنیا که این هم در نسبت به ماها مثلا های ادبر عمل کرده این چند دوی پس این که آقای ریگان میگوید که خدا با جنگ اتمی بشر را تنبیه خواهد کرد این جنگ اتمی که در آن برای امریکایی ها نمیخواد بدار ببره برای ما من شما میخواد بدار ببره بگیر پس ایشون برای ما های مثل ادبر هم یا عکس نتایجی که میخواهم میرسم چنانکه انقلاب ما عکس نتایج دلخواه سیاست امریکا بود چنانکه جنبش عمومی مردم لهستان عکس دلخواه چنانکه دوستان بود زود کار شما هر چی رو بخواهید در زود بزنید به عکس شما بشید دلم درست بشید حالا ممکنه بود کسی میگه خب آقا ما به زود درست نمیخوانیم که ما عالم بشید چنان درست نخوندن خود زوره به نتیجه هم که میرسی که اهل مفتی مرکبه درس خوندن زور نیست راهی از زوره نتیجه شو نمی و به علم میرسی بنابراین از وقت نمیشین در قول من بگی که فلانی گفت با زور هر کاری بکنی درسش میرسی بنابراین من به زور درس نمیخوانم چون به زور درس نمیخوانم به میرسم به علم ندونم نخیر درس نخوندم علم نیاموختم خلاف فطرت آدمی است چون روش اساس فطرت آدم است کسی که دنبال علم نرد داره به خودش زور میده با این زور گفتن عالم نمیشه وقتی مسلمه جاهل میشه بخواهد عالم بشود باید خود از این زور راحت کنه من داره که دومار درست و بس در زمینم بدانید چون بعضی اون جوان گفتن اون دفعه گفته که اون پدره گفته که آخرین بچه درست میخونه میشه بنیکر حالا پنی منظورش این بوده که شما میگید میپشده درست میکنم چسب میپرمه شما هم چسب هم درمان نمیگرید و میپشده این منظورش این بوده جواب من به اونا این است که اشتباه نکنم چون این حرف دیگر هم زدم بسیار میزدم چه فایده داره بزنیم بچه همون درست بخونه و دیگر نمیگرد نه اولا درست خونده رو نمیدارم اینجا که بی سواد میکشن بکشن یک ثانیا حتی برای اعدام شدن بهتر آدم ملا باشه کجا یه حلاج بردن اعدام کردن تو بغداد هنوز تاریخ دست بردن نشده در اون زمانی که این حلاج در بغداد کشتن هزارهان نفر دیگر آهان کشتن هیچ کسی میگه اونا کیا هیچ کسی هم برده خودش زحمت نداد که در تاریخ برمونی اینا چرا کشتن اما حلاج یک دانشمند فرانسوی پیدا میشود چهار جلد کتاب نمیشه راجع به این حلاج آه هزارهان نفر دیگر هم کتاب های دیگه نمیشتن در این زمانی که با قرن هستیم قرنها بعد راجع به فاطمه زهرا و سلام الله علیها 500 هزار پیش مسیحی فراهم کرده پیش که اینا بشینه بنویسه راجع به چند زن دیگه در این زمان هزاران و میلیونها زن بودن اون وقت که تو راجع به اونها این چیزا جنگ نکرده نمیشه ارزش دانش نکنه چی نیست این است که در مجموع دوباره تاکید من این است که شما در خارج کشور فکر کنید هزاران جوانی من ملا بشید این چه میکنه دنیا را چه جوری تکون میدید تو من چه بیتونه باید بگه ایران میشه باید در استبداد عقب ماندگی میگرده محال هم چه هم اگه بشه که درست بخونید من دو مکنه شما نگه از دهید بگید درست خوندن یعنی گروگ از مبارزه این بحانه قرار بگید برای درست نخوندن من این مصیبتی که الان بهش گرفتارم بله؟ فرمی کنم شما ملا بشه با هم آقا بشه از که این هست که درس بخونید و عالم میشید انشاءالله در اینکه عالم یک جامعه
برای رشته های اساسی حیات دانشمنده با این نمیشه باید بازی کنه. یعنی ما مجبور تمکین کنه به این حق این ملت برای آزادی و بهروزی و بهزشتی. در حال اینا مثلا شنیدید این که بیماریزی برای این در غرب وجود آمد که کلیسا انکار کرده وجود انسان این انسان اصلا گناهکار به وجود میاد به دنیا میاد بدیست این باید خور کرد چیه خور بکنه کلیسا انکار انسان بود حالا انکار تنم قانون قانون بود زورم میگود مثل همین رژیم که الان در ایران حاکمه باز دوباره ایشون آقا تروز پشت تو قمبری کردن دیگه همش از رحمت اسلام نبوید اسلام اعدام هم دارد جنگ هم دارد خب بیچار آخوتی هم که از این طرف همش از کشتن میگویی که خب ببینیم چند تا این آیه راجع به لزوم قتل مرتد در قرآن هستن یکیش تو بیدا کنیم یکی هم که نیست یک دونه آیه در قرآن که مرتد را بکشید نیست به جاش همه یه قرآن رحمت هست همهش از دوستی، همهش از صفات، همهش از لفات اگه میدون آقا جانم مردتی که با زور کنیم چرا از ارتداد برگرده این اندیشه هست دیگه اینجاست حالا تو نمیدونه آقا این علم که میدونه که بابا این یه الکترون هم تو بهش نمیتونی زور بگی چه بسه بگه آدمی ولی این سیستم اطلاعاتیش اطلاعاتی که میگیره به زور نمیشه بهش داد این باید اون سیستم باش بخوره که این اطلاعات میگیره در بخواهی شما یک الکترون رو معالجه کنید اگر اطلاعاتش غلط باشه باید اطلاعات صحیح بشه بدید و تو آمده میخواید چه کنید در این قرن زمانه به زور مسلمان درست کنید به خود زور میگه که زده اسلام باید اطلاعاتش میگه با زور آدمی ها رو از اسلام به در میزنید و برده این خود تم از اسلام به در رفتید بلا تو چرا میدرسی اینقدر ازار حقانه تو بزار عذاب باشن هر چون میزنید و اگه صرف باطل بگی اون خراب میشه این ضابطه ایست هر وقت خواستید ببینید چقدر موازنه شما منظیر ببینید چقدر روش میکنید موازنه منظیر قانون روش اگر صبح پاشید تا شب معلوم شد هیچ کار نفرمودی به نوزنان کارهای تخریبی انجام بدید موازنه تو بود کامل مثبت بگید هر وقت خواستی ببینید که کاری که میکنید به چه نتیجه میانجامه ببین چقدر زور در این کاری که میکنید به کار بردید هر که درجه زورش کمتر درجه وصول شانس به صلاح وصول به هدف دلخا بیشتر این پسان جابطه آسان هم هست دستی کنم هست خودتون هم میتونید هر روز ارزیابی کنید و این یه جابطه کنید و بدانید شما یک که میگید تو این برکه اومده در کار و رشد روزانه اگر رشد کردید معلوم میشه که رژیم رفته اگر ما ممکنه خمینی بدهید که دیگه همون واسه بکنید چون گفتم باید شاید با جامعه سازگاری بکنه اگر شاید رو دوهای سر جاش بمونه چنان سر جاش مونده بود خمینی و شاید هم خمینی هم از شد شد خبت خب این یه پایه داره ولی خب الاخره یک پیسته سر شاید رو بخوای خراب بکنی این در شما سوره در ذهنیت شما رو در عینیت شما که شاید ها باید بیرام می شود و انسان نوعی ولادت پیدا بکنیم و این انسان نوع زور رو به عنوان اساس و روش اساسی نفی بکنیم تمام شد اگر به اینجا رسیدیم رژیم نوعی در ایران مستقر می شود و من کاملا خوشبینم امیدوار به این نسل از این درس های نسل های پیشین رو بد بگیره کار کنه و تلاش بکنه و لذت ببره از کار تلاش و در اون این تغییر انجام بگیره و انسان های نوع وارد صحنه بشه و امور رو هم بدانید نسبیست تدریجیست نسل به نسل باید بهتر بشود اونجا نیست خیال کنید که خب ما باید صبر بکنیم تا اون انسانهای ناف ساخته بشود بعد همراه اونا بریم جلو نه باید بریم جلو تا اون انسانهای ناف ساخته بشود هر مقدار که زمینش هست با همین مقدار باید بریم جلو این جواب ماست که اونهایی که میگویم چرا ما با این یا اون و اون همکاری کردیم ما با هر کسی از اونها همکاری و موندن و نموندن دست روز اصل موازن موجود در باز است ابواب رحمت الهی به روی همه باز است حالا هر که خواست هدایت میاد هر که نخواست نمیاد ما نمیتونیم قرنطینه بگذاریم بگیم آقا شما نیایید خدا میگن وسط را خسته میشوند اما از آن رفت اونجا هم که شما خسته میشوند
محفظ باشه بشه. سوال چیزی دارید؟